در انتخابات میاندارایی کانگرس ایالات متحده که فردا سه‌شنبه دایر می‌شود، بحث‌های داخلی مانند بهبود اقتصاد بعد از شیوع ویروس کرونا و سقط جنین و در قبال مباحث مشروع خارجی جنگ اوکراین در زمره برخی از مطرح‌ترین موضوعات قرار دارد. کسب اکثریت کرسی‌ها توسط دموکرات‌ها و یا جمهوری‌خواهان برای اداره آقای بایدن به چه معنا خواهد بود؟ برای بحث روی این موضوع آقای آرش یقین، پژوهشگر در انستیتوت جهانی در واشنگتن، را از طریق اسکایپ با خود داریم تا برداشت و نظریه خود را با شما در میان بگذارند. آقای یقین، ممنون از وقتتان. در حالی که 2 سال بیشتر از دوره ریاست جمهوری آقای بایدن بیشتر باقی نمانده، در صورتی که جمهوری خواها برنده اکثریت کرسی ها در کنگره شوند، به چه معنا برای مشروع خارجی اداره آقای بایدن به خصوص در قبال افغانستان خواهد بود؟ روز شما بخیر. در قبال افغانستان دشوار است به دلیل از اینکه فراموش نکنیم دوسی افغانستان یک دوسی هست که چی جمهوری خواها و چی دموکرات ها در او یک دستاورد بزرگ نداشتن و گویا در بحث خروج یا ناکامی در افغانستان و یا خروج از افغانستان هر دو هم نظر بودند. فراموش نکنیم که آقای بوش بود که جنگ شروع کرد و آقای ترامپ بود که قرارداد صلح گویا صلح خود با طالبا به این دلیل. ولی در بحث چنین که گزارش همکار شما گذاشت دادن، در بحث خروج شتابزاده آقای بایدن از افغانستان یک بحثی هست که گویا باعث شده دولت افغانستان سقوط کنه، یعنی اول تصمیم آقای بایدن باعث شده و گویا اگر بایدن اساکر خود گوشی از اساکر خود نگاه می داشت جمهوری خواه ها او را متهم می کنند. تو هم شک است، چون که خود جمهوری خواه ها اگر قرار می بود آقای ترامپ رئیس جمهور می شد وعده بود که هم اساکر خود بکشه و قرار داده که اساکر بکشه توسط جمهوری خواه ها امضا شده بود. ولی به هر صورت این یک بحث هست. ولی از طرف دیگر هم فراموش نکنیم که یک نسل نوین داخل کنگره امریکا میشه که اینها بعد از 2001 هستند و یا موضوعاتی که فعلا در دنیا و در خود امریکا هست، افغانستان متاسفانه در او اولویت نداره. بحث اوکراین چنین که شما گفتین و حتی بحث خود قرارداد بازگشت به جامعه ایران، خود از این موضوعی خیلی ارزشمندتری هست در مسائل بس سیاست خارجی تا بس افغانستان. و گویا جامعه امریکا از 11 سپتامبر به نوع گویا فراموش کرده و طالب برای حال یک موقت جدید افغانستان میبینه. آقای یقین، اگر البته برخی از دموکرات ها هم روی پروسه خروج با اداره آقای بایدن چندان موافق نیستن، اگر دموکرات ها بار دیگه کنترل کانگرس دست بگیرن، فکر میکنید موضوع افغانستان در اداره آقای بایدن باز هم برشان مطرح خواهد بود یا خیر؟ خب مطرح هست در سطح انفرادی که بتوانند در جای صحبت کنند و نظری خود بتن، ولی فراموش نکنیم که بالاخره اونها هم در بحث انتخابات فعلا میانه رو است و انتخابات 2024 اینها علاقه دارند که آقای بایدن دوباره و یا بالاخره کاندید دیگر فعلا وجود نداره، آقای بایدن دوباره برنده شوه، به نوع شاید همه خرج بدن نیروی خود که جلوگیری کنن از این که بحث افغانستان باز شوه و بگویا میخواین هندوسی را ببندن. و تا جای جمهوری خواه ها هم همچنان فراموش نکنین، چه این که ما بس کردیم جمهوری خواه ها هم در شکست مجموعی افغانستان و ناکامی افغانستان شامل هستند. بله آقای یقین، وقت بسیار کم از شما در واشنگتن هستین، بحث ها در واشنگتن است، چه قرار است در قبال انتخابات؟ بیشتر بین مسائل داخلی بس اقتصاد است. بس اقتصاد شک در اون نیست که بعد از رو آمدن آقای بایدن دشوار شده زندگی و بس مسائل سنتی بیشتر را میلان کردید، بس خود جنین اسلحه، اینها بسایی هست که در داخل امریکا هست. و در بیرون سیاست خارجی بس اوکراین است که بیشتر معلوم میشه اکثریت هم نظر هستند با بنوی که آقای بایدن برخورد کرده، به دلیل از این که امریکایی ها واقعا از جنگ خسته شده بودن و بنوی خود نمی بینن در حالتی که باز برن یک جنگ جدید را و او هم با نیروی مثل روسیه بجنگن. بله، ممنون و سپاس از وقتتان و از این که برداشت خود را در قبال این انتخابات با بینندگان در میان گذاشت.